قایده چارمی است که منزلت و مقام عقیده توحیده بفامید آل اگر یک کسی پرسان میکنه که امی عقیده را که شما میخوانین ای چی مقام داره چی منزلت داره اون نفر انجینری میخوانه اون طب میخوانه اونو میره مثلا تیاره جور میکنه مقام و منزلت عقیده چی هست که شما میخوانین شما ببینید که مقام و منزلت هر چیز از موضوعش معلوم میشه موضوع انجینری چی هست؟ برق هست. موضوع انجینری چی هست؟ تعمیر هست، ساختمان است موضوع طب چی است؟ وجود انسان است موضوع عقیده توحید چی است شناختن ذات الله هست. پس هر قدر موضوع با اهمیت باشه منزلت و شرف داشته باشه اما علم به این اندازه شرف عزت داره از این خاطر عقیده اسلامی شریفترین و بهترین علوم است و کسی که عقیده را میخوانه اشرف مخلوقات الله است چرا هیچ عمل انسان بدون عقیده قبول نمیشه به خاطر شرف از علم کسی که با عقیده توحید از دنیا بره عقیده توحید بفهمه چرا کس نفهمید با وجود ازی که 60 سال در اسلام سپری کرده باشه ولی اگر عقیده توحید نفهمید به شکل از اشکال ای به شرک مبتلا میشه ما و شما بسیار کسا را میبینیم که مثلا میره به مخلوق سجده میکنه پرسانش کنی چرا این کار رو میکنی؟ پروانه داره چطور از چون عقیده رو نمیفهمه بسیاری کسا را ببینه که مثلا نظر به غیر الله میگیره در افغانستان 13 قسم نظر به مخلوق است 13 قسم نظر بهار داریم نظر بیبی بی داریم نظر آقا داریم نظر فلانی داریم نظر فلانی داریم اینی نظرها که 13 قسم نظر به مخلوق است یعنی 13 قسم تنها شرک در نظر پیدا شده سجده به مخلوقات است رکوب به مخلوقات است نال اگر کس عقیده ر میفهمه عقیده توحید ای باس شریفترین و بهترین مخلوقات بهخاطر از ای هست که در روز قیامت عبدالله بن عمر رضالههم ای میه در حدیث که حدیث صحیح است در صحیح البخاری ست عن ابن عمر رضیالله عنهما قال سمت رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه ما شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله یدن المؤمن در روز قیامت میگه الله نزدیک میشه با کی با مؤمن موحد با کسی که شرک آورده اون میگه برای و اليوم ايها المجرمون مجرم برای نصف مؤمنان الو خر کس میگه من مؤمن هستم لکن در روز قیامت

این دست مخلوق با دست الله مشابهت نداره دست ما دست مخلوق است گوشت و سخان پوست دست الله به اون شکل است که ما کیفیت شنا با به جلال و عظمت الله چی است شایسته هست وقتی که میگه کنفه فیدا و کنفه و یستره و ایره سطر میکنه ببینین مؤمن موحده این مقام منزلت عقیده هست که الله متعال ایره باس میگه سطر میکنه چون انسان همیشه گناهکار است کل ما از پیش ما اشتباه میشه غلطی میشه سغایر کبایر گناه ها لیکن الله سبحانه و تعالی ایره سطر میکنه فیقولو برش میگه اتعرف و زن بکزه آیا فلانی گناه را میفهمی؟ اتعرف و زن بکزه فلان گناه را میفهمی؟ یعنی فلان گناه را که کردی یاد است فلان گناه را کردی بیادت است فیقول بسی بنده چی میگه؟ نه ای بله پروردگار را بسیار خجالت است و شرمنده است حتی اذا قرره به تا وقتی که ایره اقرارش میگیره به گناهایش که خودش اعتراف میکنه که والله سایم گناهگار است والله شرمنده هستم سرش خم است و را فی نفسه انه هلک این فرد مؤمن که با عقیده توحید رفته توحید در ذات مراد کرده توحید در صفات مراد کرده توحید در افعال مراد کرده توحید در عبادات و در اطاعت هر پنج قسمش مراد کرده این انسان با اساسی گناه های خود وقتی که الله برازی میگه آهسته آهسته که دیگه مخلوقاتی را نمشنون بین بنده و بین خالقش است این انسان مسلمان مؤمن موحد فکر میکنه والا گناه های مرا که الله برم گفت من دیگه حلاک شدم سرش خم الله سبحانه و تعالی برش چی میگه؟ قال سترتوها علیک فی الدنیا ای بنده ایمه ما ای گناه های تو را ستر کردم بالای تو در دنیا در دنیا رو سوایت نکردم گناه تو را می دیدم که تو گناهکار بودی لکن ما ایده در دنیا تو را ستر کردم هیچ کسا به گناه های تو آگاه نساختم و تو را رسوا نساختم و انا اغفرها لک اليوم ای بندیم امروز هم برات می چرا تو موحد استی یک تا پرست هستی شرک نداری در ذات ما شرک نکردی در صفات ما شرک نکردی در عبادت ما شرک نکردی در اطاعت ما شرک نکردی پس ما در دنیا هم گناه های سطر کردم و امروز هم تره را می بخشم کتاب حسناته پس داده می شه ازی بنده کتاب حسناتش سیعاتش کاملا الله چی میکنه؟ ستر سطر میکنه الله متعال ما و شما را از شرمندگی آخرت نگاه بکنه که میلیاردها پا میلیارد انسان است از او الله انسان الله حفظ بکنه و الله سطر ما بکنن چون کل ما گناهکار هستیم و اما الكافر والمنافقون کسایی که کافر هستن در ذات الله شرک آوردن در صفات الله شرک آوردن در عبادت الله شرک آوردن و یا هیچ الله را نپذیرفتن یا قوانین غیر الله را به قوانین الله ترجیح دادن حقوق بشری که ملل متحد ساخته او را به حقوق بشری که الله در کتابش گفته ترجیح دادن قوانین انسانی را به قوانین شریعت الهی ترجیح دادن ای کافر میشه نمیفهمه بسیاری کسا نمیفهمه کافر میشه و المنافقون کسایی که منافقت میکنن میفهمه کافر هستن در ظاهر مردم هم میگه من مسلمان هستم دیندار هستم سر دین تجارت میکنن عقیده توحید درست نمیبتاره معنی میشه ای کافر و منافق است فیقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم سلام شك هؤلاء يعني بودن كذبوا على ربهم كذبوا دروغ قفتن بالاي رب خ... ربشان بالاي پروردگارش ألا لعنة الله على الظالمين آگاه باشين كي لعنت الله لعنة الله لعنة چي رميگن؟ بمعنى راندن هست. يعني امروز تردستن رانده اي مردم هاي. اي كي ظلم کردن